در خصوص وضعیت استان در مورد بیماری کرونا خدمتتون عرض کنم که ما تقریبا 3 هفته‌ای هست که روند ثابت میزان بستری های مشکوک به کرونا رو در استان شاهدش هستیم، ولی این روند ثابتی که بین 140 تا 160 نفر بیمار مشکوک در استان در بیمارستان های استان بستری هستند نباید موجب عادی انگاری ما بشه. متاسفانه در حال حاضر تهدیدی که متوجه استان هست میزان رعایت پروتکل هاست که به کمترین میزان در 6 ماه اخیر رسیده و این روند کاهشی همچنان طی هفته‌های پیش که ما در حال رصد هستیم در حال کاهش بوده. هفته قبل میزان رعایت پروتکل ها 60% بود و این هفته به 58.5% رسید. اگر به این شکل ادامه داشته باشه میزان رعایت پروتکل ها و اگر میزان سهل‌انگاری مردم و مسئولین همچنان ادامه داشته باشه، ما ممکنه در آینده شاهد افزایش ناگهانی تعداد مبتلایان به این ویروس باشیم. متاسفانه بیماری شد که کل جهان را درگیر کرد و خواه نخواه و ناخواسته کادر درمان در خط مقدم این قضیه قرار گرفتند و از پا ننشستن و با تمام قوا پیش رفتن. دوران خیلی خیلی سنگین و سختی رو ما پشت سر گذاشتیم. داغ سنگین این چیزها رو نمیشه با هیچ چیز دیگه جایگزین کرد. همینجور که مستحضر هستید، ویروس انگلیسی هم به بعضی از استانهای کشور رسیده. با توجه به اینکه این ویروس قدرت سرایت بسیار بالایی داره، این امکان وجود داره که ما شاهد انفجار تعداد مبتلایان به این ویروس باشیم. عاجزانه از مردم تقاضا دارم که پروتکل بهداشتی رو رعایت بکنند، دور همیا رو کمتر بکنند، مهمونی هاشون رو کمتر بکنند. همکاران من واقعا خسته شدن، بچه ها دیگه هم از نظر روحی هم از نظر جسمی توانایی مثل قبل رو دیگه ندارن. ما از 5 اسفند سال 98 با اوج شیوع کرونا اینجا شروع کردیم به پذیرش و بستری بیماران کرونایی. خب اوایل خیلی ملموس نبود که این قضیه قراره به چه نحوی اتفاق بیفته یا این قضیه قراره تا کی ادامه پیدا کنه. اوایل وسایل حفاظت فردی ما کم داشتیم، حتی ماسکایی که بهمون میدادن به عنوان ماسک 95 که بیشترین حفاظت رو از پرسنل داشته باشه، ما حتی مثلا برای چندین شیفت شاید از اون استفاده می‌کردیم. خب خیلی مشکلات زیاد بود، ولی خدا رو شکر با کمک‌های خیری و مردمی و از طرفی همت ریاست و مدیریت بیمارستان یه خورده این مشکلات مرتفع شد. خب ولی بچه‌ها نتونستن، از نظر جو روانی خیلی تحت فشار بودن، خیلی مریضا رو داشتیم ما تو این مدت رو از دست داده میشون. به هر حال میدونیم چه جوی تو این مدت برای ما و برای عزیزایی که از دست رفتن ایجاد شد. فکر نکنن که این بیماری مختص یک قشر خاصه. این ویروس فقیر و غنی نمیشناسه، بزرگ و کوچیک نمیشناسه و همه رو درگیر میکنه. چون من خودم درگیر شدم، اون ذهنیتی که من حتی 8 ماه با این بیماران سر و کار داشتم و از نزدیک با این بیمار رو درک میکردم، حتی به این اطمینان رسیده بودم که من این بیماری رو میشناسم، میدونم چیکار کنم، تا زمانی که خودم واقعا درگیر این ویروس شدم و واقعا میدونم اون موقع درک کردم که این بیمارات چجوری دارن مبارزه میکنن و دست و پنجه نرم میکنن با این بیماری. خواهش من از مردم متمسانه و عاجزانه ازشون میخوام، فکر نکنن این بیماری برای بقیه است و برای خودشون نیست. بیشتر این چیزی که باعث خستگی روحی و جسمی بچه‌ها شده بود، همین جو روانی و وابستگی بین بیماران و پرستاران بود که متاسفانه خب چون یکی یکی مایی داشتیم اینا رو از دست میدادیم، خیلی برای ما سنگین بود و خب خیلی جوانا رو ما از دست دادیم، خیلی پدرها و مادرها رو از دست دادیم و ببخشید. من یادم میاد گریم میکشم.
عذرخواهی میکنم.